اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوره زخرف آیه 20 میفرمان که و میگویند اگر خدای رحمان میخواست ما هرگز آنها را نمی پرستیدیم. آنان در این مورد علم و اطلاعی ندارند جز این که دروغ و افترا میگویند آیا برای آنان قبلا کتابی فرستاده ایم تا با آن استدلال ورزند بلکه میگویند ما پدران و نیاکان خود را در این آیین یافتیم ما نیز در پی آنان به راه راست هستیم و بدین سان ما قبلا به هیچ شهر و دیاری پیامبری نفرستادیم مگر آنکه ثروتمندان آنها گفتند ما پدران خود را در این آیین یافتیم و ما نیز از راه و رسم آنان اقتدا و پیروی میکنیم پیامبرشان گفت اگر من شما را به آینی بهتر از آین باطل پدرانتان رهبری کنم آیا شما از روش و خط کفر آمیز پدرانتان دست می کشید؟ آنها گفتند اصولا ما بر رسالت شما کافر و ناباوریم ما هم از آنان به کیفر کفرشان به سختی انتقام کشیدیم پس بنگر عذاب منکران چقدر سخت و دردناک بود و هنگامی که ابراهیم به پدر و قومش گفت من از شما من از آنچه شما می پرستید سخت بیزارم غیر از خدایی که مرا آفریده است و اون مرا هدایت خواهد کرد ابراهیم کلمه پاک توحید که همون لا اله الا الله باشه را در نسل خیش تا قیامت باقی گذاشت تا همه فرزندانش رجوع کنند و ما در عذاب گناهکاران آنها تجیل نکردیم بلکه آنان و پدرانشان را مهلت دادیم و از عمر طولانی برخوردار کردیم تا آنکه قرآن و پیامبر بیان کننده حق برای هدایت آنان آمد و چون قرآن به آنان رسید گفتند این سحر و جادوست و ما به آن کافر و ناباوریم و نیز گفتند چرا این قرآن به مردان بزرگ شهر مکه و طائف نازل نشد آیا آنان فضل و رحمت پروردگارتان را تقسیم می کنند؟ در صورتی که ما هستیم که معاش و روزی آنها را در زندگی دنیا میان آنان تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعض دیگر به درجه و مقام مقام نیروی جسمانی و نیروی عقلی و نبوغ ذاتی و ثروت برتری بخشیدیم تا بعضی از مردم به بعض دیگر تا بعضی از مردم بعض دیگر را استخدام و به کار گیرند و فضل و رحمت پروردگارت از تمام آنچه مردم از مال دنیا در طول عمرشان جمع می کنند بسیار بهتر است بعضی ها مثلا سوال میکنن که چرا مثلا طبقه کارگر هست چرا طبقه این هست چرا یکی ضعیف یکی قویه خب بزرگوارا هر کس سیستم مغزیش جایگاه یه نوع گیرندگی از علوم برای سرویستهی به بشر خب کسی که مغز ریاضی داره اینا رو من توی ویدیوهای دیگه گفتم نمیتونه یه پزشک خوب باشه وقتی کسی که یه پزشک خوبه نمیتونه یک هنرمند باشه یک طراح باشه یک حالا هر کس هر توانایی که داره بر مبنای ساختار مغزی اون آدمه و زمانی که اینجا خداوند میفرماند که ما این آدم ها رو وقت خلق می کنیم که بعضیا بتونن اونها رو به استخدام در بیارن که اینها این لازم و ملزوم همه همه که نمیشه پادشاه باشن همه که نمیشه پزشک باشن همه هم نمیشه کارگر باشن همه هم نمیشه چه میدونم بیکار و ول باشن که البته اکثر ایرانی ها ما ها همه ولیم اینا یه واقعیت های چرا چون نخواستیم این رو بفهم ما کاری که ژاپن کرد باید انجام میدادیم که بفهمیم هر آدمی که به دنیا میاد کششش روی چه کاریه چه چیزی جذبش میکنه انقدر پسرمو تو نگاه کن دکتر شد یاد بگیر دختر خالت نگاه کن این شد یاد بگیر یا میزنن تو سر بچه یا میخوان توانایی هایی رو که دیگران دارن اونام داشته باشن خب نمیشه بزرگوار نمیشه چشماتونه یه ذره باز کنید بفهمید که انقدر تقلید کردیم از این از اون از اون که اون چیزی که خود ما داریم رو فراموش کردیم و همه تقلید ها هم با اجبار خب امکان داره که اون فرزند شما سودمندیش برای دیگران مثلا شما فرض کنید در طراحی ماشین باشه در طراحی صنعت باشه در طراحی چیزای دیگه باشه به هیچ وجه توجه نمی کنن همینجا هر دنبیل هر کیشو همه برن پزشک بشن خب پزشک بشن که چه پزشک بی وجدان به چه دردی میخوره پزشک اگه میشن باید برای خداوند خدمت کنن فقط به پزشکا یاد دادن تو ایران چپاول کنید آخه چرا اگر ذهنی به شما داده شد اگر قدرت اجرایی دارید اگر قدرت حفظ دریافت علوم رو دارید این قدرت خدا به شما داده و شما باید برای خداوند خدمت کنید که زکات کارتون رو بدید به هیچ وجه هیچ کس نمیاد بگه آقا خانم فرزند شما مثلا دارای چه کششی چه قدرتی چه فهمی چه درکی داره که اینجوره همه میخوان یا پزشک بشن یا مهندس این مهندس بودن که زمانش الان که همه مهندسن تو ایران مهندس های ول بیکار یه واقعیتی بدون اینکه از کسی بخوان بابا یک ممکنه یک آدم یه شخصی بتونه یک طراحی بده برای یک معزلی مثلا شما فرض کن معزل راهنمای رانندگی برای هر چیزی که میتونه باشه و یا کارهای دیگه اما همه رو هم تقلید میکنن اینا و گو چون داییت این بوده چون پسر احمد اون بوده پسر خالد این بوده همه خب بابا اون آدم به اون حد توانایی داره بعضی هستن مدیره های خوبی هستن یعنی شما هر جا این آدم ها رو وارد میکنید اگر هر جا که آشفتگی داشته باشه نوسان داشته باشه نمیدونم این نیرو اعتدال رو تزریق میکنن همه چیز رو به نظم در میارن نظم یعنی اعتدال مثلا نمیگن که بابا شما یه حسابرس خوب باش یک چه میدونم مدیری خوب باش مدیریت کارخونه ها مدیریت های دیگه نه همه دکتر حالا اون زمان که مهندس و حالا که نیست دیگه جدیدنم هم دیگه همه باید دلار فروش باشن <تصفح> <تصفح> زمان شانجا یادم میاد که البته اونا که سنشون به من بخوره باید یادشون باشه هر جا میرفته خواستگاری میگفتن اگر شما کارمند دولتی به زن میدیم چون واقعا همه تأمین بودن اگه نیستی نمیدیم حالا میگن اگر تو کارمند عالی رتبه دولتی که مثلا چپاول کنی زن میدیم اما اگه نه مثلا کارگر مثل چم دونم کارمند دون پایه باشی نه بهت نمیدیم باید دلار فروش باشی دیگه به کار از دکتر مهندس هم گذشته روشون نمیشه که بگن اگه دزدی به زن میدیم <applause> نباشی نمیدیم بهت چون دزدی نمیدونن که زرنگیه میگن اینا زرنگیه دزدی نیست دروغ روی اسم روش گذاشتن گفتن سیاسته سیاستش خیلی خوبه در زندگی چه سیاستی دروغ مثل آب خوردن میگه که بعد یک مثل باطلاق همه چیز رو فرو میکشه تو زندگیش که هرچند دست و پا میزنه خودش و خانوادهش و آب و همه رو میکشه پایین با دروغاشون سیاست نیست میفرمان و اگر غیر از این بود که مردم امت واحد باشند هر آین ما به خانه های کسانی که بر خدای رحمان کافر شدند ها و پلههایی از نقره قرار میدادیم که از آن بالا بروند و نیز برای منازلشان دربهای متعدد و تختها از طلا و نقره قرار میدادیم که به آنها تکیه زنند همچنین تجملات دیگر به آنها میافزودیم و تمام اینها جز ها فانی و فریبنده زندگانی دنیا بیش نیستند و آخرت ابدی در پیشگاه پروردگارت مخصوص تقوا پیشگان است هر که از ذکر خدای از ذکر خدای رحمان روی برتابد شیطان را به او میگماریم تا همنشین دائمی او گردد و آن شیطان و آن شیاطین او را از راه خدا باز می‌دارند و به زلالت می‌افکنند و او گمان می‌برد که واقعا هدایت یافته است من یه مطلبی رو هم خدمت شما عرض کنم که راه خدا خود خدا یعنی ابتدا که خدا یعنی آرامش یعنی آسایش رفاه ثروت قدرت پیشروی و پیشرفت در زندگی اون رفاهی رو که هر انسانی میخواد در مدت زندگیش علوم های برتر هر نوع سرویستهی عالی که در زمین بندگان دیگه آدم های دیگه به اون شخص میدن همه از خداونده نوازش محبت احترام عزت این چیزی که در سوره فاطره که خداوند بفهم تمام عزت از خداست و اگر عزت می باید به خدا وصل شید عزیز بودن از خداست رفاه از خداست بیایید چشمامون رو باز کنیم یه ذره بیشتر بفهمیم بابا این چرت پرتایی که آخوندا گفتن خدا نیست اینا همین شیطانی است که خداوند میفرمان که هر کس از ذکر من روی برتابه شیطان رو بر او مسلط میکنم شیطان یعنی فقر چیزی که در قرآن خودشون میفرمان که کسی که از ذکر من رو برتابه فقیر میشه شیطان شماها رو میترسونه که فقیر بشید که کارهای بد انجام میدید شیطان نقطه مقابل خداونده و دروغ میگن دشمن پروردگاره یعنی اون انرژی پوچ انرژی که هیچی بر بشر نداره ممکن اون انرژی بر خودش یه چیزی باشه اما برای ما نداره اون باستاب رو